سلام به همگی، به صفحه دو خوش آمدید. بحران بی‌اعتمادی به نظام جمهوری اسلامی و همه احزاب و گروه‌های آن هر روز بیشتر از گذشته می‌شود. مردمی که از یک طرف با بحران کرونا درگیرند، حالا باید با آلودگی هوا بسازند و به آن بی‌برقی هم اضافه شده. در چنین شرایطی است که فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی از معماران جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری پیشین در اقدامی کم سابقه به نامه‌نگاری و انتقاد از مواضع یکدیگر روی آوردند. فائزه هاشمی، دختر آقای هاشمی رفسنجانی، میگوید عده‌ای خطرناکتر از دونالد ترامپ ایران را در سراشیبی ناکارآمدی، سوء مدیریت، بی‌کفایتی، دگمندیشی و حتی گاهی تا مرز متلاشی شدن پیش بردند. خانم هاشمی معتقد است که انتخاب مجدد دونالد ترامپ می توانست به نفع مردم ایران باشد. همزمان انجمن اسلامی دانشگاه شریف در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان حکومت نوشتند ما از شما بیزاریم، از عدم صداقت و دروغگوییتان، از بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیریتان. در چنین شرایطی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن‌های تایید شده کرونا به ایران را ممنوع کرد، اقدامی که بیش از پیش به این بیزاری و بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند. علت پافشاری رهبر ایران بر تشدید این بیزاری چیست؟ در این برنامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم با مهمانانمان حمید آصفی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار از تهران، و فرخ نگهدار، فعال سیاسی از لندن. خوش آمد میگم به هر دوی شما عزیزان. آقای آصفی، ابتدا اجازه بدید با شما شروع بکنیم. فکر می‌کنید که در سالگرد حمله به هواپیمای اوکراین و کشته شدن 176 نفر آیت الله خامنه ای تصمیم میگیره که ممنوع بکنه وارد کردن واکسن‌های انگلیسی و آمریکایی رو به ایران، با چه هدفی چنین پافشاری داره آقای خامنه ای بر دامن زدن به این بی‌اعتمادی؟ بله، سلام عرض میکنم خدمت شما آقای فرخ نگهدار و بینندگان محترم. آقای خامنه ای به هر حال یک تقسیم بندی از جهان معاصر داره که جهان رو تقسیم به جهان مقاومت و جهان سازش کرده، یا جهان کفر و یا دارالاسلام، و ایران رو محور مقاومت مطرح کرده. بر همین اساس هر حرکتی که در راستای نزدیکی به امریکا یا تشنج جدایی با امریکا از طرف بخشی از بروکرات های حکومتی ایران صورت خواسته بگیره، ایشون به جد مخالفت کرده. بروکرات های حکومتی ایران نیروهای جنگنده سیاسی نیستن که بخواهند بود در روی آقای خامنه ای بیستن. اصلاح طلب های رفورمیست هم که به گونه ای افول کردن که عملا همراهی میکنن. کسی مثل آقای خود لیلاس که از کارگزاران سازندگی، حتی ایشون مدافع آمدن یک دولت نظامی میشه. بنابراین این مسئله ای که الان آقای خامنه ای داره مطرح می کند در راستای همون بدبینی و اون پکیج یا پارادایمی که به اسم حالا روشنفکر پارادایم های چپ ضد امپریالیستی و تعریفی که آقایون مذهبی خود این حکومت می کنند تحت عنوان استکبار ستیزی. و این مسئله 42 ساله، یعنی زمان آمدن ترامپ یا قبل از ترامپ نیست، 42 سال سیاست جمهوری اسلامی ایدئولوژیک و بر همین الگو داره پیش میره و این مسئله ضد منافع ملی ایران بوده و تاکنون هم هیچ گونه علامتی که نشان از این بدهد که میخواهد چرخشی در وضعیت سیاست کلان خارجی ایران رخ بدهد نشون نمیدهد. و الان برخوردهای خانم فائزه هاشمی هم که در بحث‌های بعد بهش خواهیم پرداخت، میشود گفت که در همین راستاست که بخش بزرگی از مردم ایران از این منازعه جویی و از اینکه 42 سال باید این کشور در تحریم باشه به ستو آمدن. آقای نگهدار، آیت الله خامنه ای بر اساس کدام نظر کارشناسی به این نچرسه که اجازه داره ورود واکسنی رو که جان ملت ایران رو میتونه نجات بده ممنوع بکنه؟ با سلام بر بینندگان عزیز و با سلام بر آقای آصفی و همچنین ممنون از دعوت. در مورد صحبت های آقای خامنه ای، وقتی که برمیگردیم به تاریخ و از منظر دیگری به مسئله نگاه میکنیم، میبینیم که هر کسی
در مسند یک مطلق العنان که همه تصمیمات میبایست از اون صادر بشه، از اون شخص صادر بشه، مانده. این ماندگاری پس از دهه ها حالت فساد درش رخ نمی کنه. در آخرین مراحل هر کدوم از این مراحل زندگی، منظورمه هر کدوم از این رهبرانی که رهبران مادال و مل عمر بودند، ما تأمل بکنیم میبینیم که با مشکلات بسیار در زمینه تصمیم گیری سیاسی مواجه شدند. این اشخاص فرمان روایان مطلق العنان در نیمه اول عمر، در نیمه اول دوران حاکمیت خودشون دائما طرفدار جذب میکنن، بله قربانگو جذب میکنن و رهبری خودشون رو تثبیت میکنن، و در نیمه های آخری بعد از سه دهه که الان آقای خامنه ای در اونجا هست، من باور نمیکنم که اون کنترل و اون اشراف که در اوائل دوران حاکمیت ایشون بود بر گفتهاش بر حرکاتش فائق باشه. این ما در آخرین سال فرمان روایی آقای خمینی هم دیدیم که چگونه تصمیماتی گرفت که داغ بر دل این جامعه گذاشت و چقدر مشکلات درست کرد. امیدوارم این تحلیل من درست نباشه، ولی در اون نگاه و اون در تکرار مکرر نگاه کردن به اون نوتی که دست یادداشتی که دست آقای خامنه ای بود، من این احساس رو کردم که این صحبت صحبت ناپخته ایه. اگر یک رهبر مدبر دانای همه جانبه نگر بود در این لحظه، آقای خامنه ای میبایست میگفت کارشناسان عزیز، آن کسانی که میدانید کدام واکسن برای ما خوب است یا بد است، شما تصمیم بگیرید و هر چه زودتر این رو بردارید. این خیلی تصمیم ساده ابتدایی هست که هر رهبری که بخواد با مردم خودش حرف بزنه باید بگیره. چرا آقای خامنه این حرف رو نمیزنه امروز؟ من این رو به اینکه ذات آقای خامنه از ابتدا تا الان اینجوری بوده مربوط نمیبینم. مربوط به این میبینم که ما مشکل ما این هست که یه رهبر مادام العمر داریم، بعد از سه دهه، بعد از چهار دهه، در 80 و چند سالگی باز هم همه چسبیدن به اون و از اون میخوان هر مطلبی رو بشنوند. این فاجعه است برای ملت ما. آقای آصفی، شما فکر میکنید که مثل آقای نگهدار که آقای خامنه ای ذاتش از ابتدا اینجوری نبوده، این ویژگی چند سال اخیره؟ حالا آقای فرخ نگهداری یه مقدار این دستبندی هاشون رو و این تقسیم بندی هاشون رو، من اشکالات اساسی چون رصد میکنم ایشون رو، اشکالات اساسی میبینم. بحث سیاست جمهوری اسلامی و ساختار قدرت در ایران بحث به ذات نیست. کسی ذاتش خوب باشد یا ذاتش بد باشد، به هر حال یه ساختار اینجا تشکیل شده، یک دولتی تشکیل شده که بحث ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه یک بحثی است که فارغ از این است که آقای خامنه ای الان باشد، سال بعد کسی دیگه جای ایشون بیاید، همین اختیارات رو به هر کدام از افرادی که بعداً بخواد بیاید، ما با همین مسئله مواجه میشیم. از طرفی که این است که پارادایمی که در انقلاب اسلامی منجر به برآمدن روحانیت سیاسی در ایران شد، در انقلاب 57 شد، در انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران شد، کسی باور نمی‌کرد. یعنی شاید نزدیکترین روشنفکران دینی اون دوره هم یک خوشبینی تاریخی به روحانیت داشتند و کسی باور نمی‌کرد که یک نفر در لوفل لاشاتو چیزی دیگه‌ای بگوید، در فرانسه چیزی دیگه‌ای بگوید و بیاد در ایران چیزی دیگه‌ای رو عمل بکنه. این را برخی از نیروهای سیاسی خوب تشخیص دادن، خیلی سریع تشخیص دادن، ولی خب در اقلیت بودن. بنابراین من اعتراضی که الان به صحبت آقای فرخ نگهدار دارم اینم که بحث ذات رهبری اینجا نیست. بفرمایید ذات این نهاد، نهادی که مادام العمر اینجا شد، درست گفتید، نهادی که فقط به خداوند متعال پاسخگوئه و خبرگان رهبری اساساً حق نظارت ندارن بر این فرد رهبر، بلکه خبرگان رهبری در یه شرط خاص که رهبر نباشد فقط میآیند میگن ما کشف میکنیم رهبری رو.
بنابراین یه مقدار ساختاری باید با یه دید ساختاری آقای فرخ نگهدار به این قضیه برخورد کنه. و این ما داریم الان با میلیون ها نفر مردم ایران از اینجا داریم صحبت میکنیم، اینکه ذات یکی خوب است یا که ذات یکی بد است. خب طبعا ایشون ذات آقای خاتمی رو بهتر میدونه. اگه آقای خاتمی بشینه با همین قدرت بشینه اینجا، چه تضمینی وجود، هیچ تضمینی وجود نداره که همین مسیر اقتدارگرایی رو طی نکنه. نظر آقای نگهدار رو بشنویم. آقای آصفی میبینم که سرشون تکون میدن. بله آقای آصفی، شما دقیقاً همون تحلیلی رو که من از علت بروز این وضعیت که آقای خامنه‌ای میاد حرفی رو میزنه که هیچ رهبر مدبر کاردانی در این لحظه با ملت خودش اینجوری صحبت نمی‌کنه، این علتش چیه؟ علتش همین ساختاره. من در توضیح قبلی هم دادم و یه مقدار هم متعجب شدم که چطور شما یک تحلیلی که من به ذات آقای خامنه‌ای دارم مربوط میکنم از او گرفتید. آقای آصفی، فرزند امام جعفر صادق هم باشه 30 سال بگذارن بله قربانگو بگویند، اون هم آب میشه، تغییر میکنه و به این روز ما رو میندازه. من گفتم هر رهبری رو آقای لعاری فکر میکنم که توافق نظر دارین هر دوتون در این زمینه، که هر دو معتقدین که ساختار فعلی جمهوری اسلامی اصولا هر رهبری رو تبدیل به رهبر خودکامه میکنه. از این لحاظ به نظر میاد که با هم موافقه، حتی آقای خاتمی رو، حتی آقای خاتمی رو. پس شما موافقین که اگر آقای خاتمی هم رهبر امروز ایران بود، الان تبدیل به یک رهبر خودکار؟ تجربه بشری خانم رحیم‌پور، تجربه بشریه که 4 سال یک بار باید عوض میشه، برای اینکه این ماندگاری فساد میاره. بسیار خوب. آقای آصفی اشاره کردید به صحبت‌های فائزه هاشمی که در نوع خودش کم نظیره، که فرزندان یکی از معماران جمهوری اسلامی امروز علنی به نامنگاری علیه مواضع هم پرداختن. فکر می‌کنید که چی شده که خانم هاشمی به جای رسیده که فکر می‌کنه که شاید راه حل برون رفت از این بنبست میتونست انتخاب مجدد دونالد ترامپ باشه؟ ببینید، من در رابطه با موازی که گرفتن خانم هاشمی یه مقدار قدری تعجب کردم، اما تعجب بیشتر من این بود که چرا باید این کسی مثل ایشون باشه؟ یا این مسئله تسری پیدا کرده به نخبگان حتی درون قدرت یا حاشیه قدرت؟ اینکه در جامعه ایران بخش مهمی به دلیل ببین یک سیاستی حاکمیت در پیش گرفته، خسته کردن جامعه مدنی، به سطوح آوردن نیروهای فعالین مدنی و فعالین سیاسی. وقتی جامعه مدنی، فعالین سیاسی و مردم عادی در اثر کوشش‌ها و تلاش‌های سیاسیشون به جایی نمی‌رسن و پیوسته یا سرکوب می‌شوند و یا نادیده گرفته می‌شوند و حکومت راه خودش رو در پیش می‌ره، جامعه به لحاظ روانشناسی سیاسی دچار استیصال سیاسی میشه. وقتی جامعه‌ای که دچار استیصال سیاسی میشه، خب دو رو کرد میتونه پیدا بکنه. اقشار حالا مذهبی سنتی که حالا کمتر هم هستن، به چاه کمگران باید برن مراجعه بکنن، و افرادی که یه مقدار امروزی ترن، اقشار مدر هستن، به ترامپیست باید دخیل ببندن. من بحثم بر این است که خانم فائزه هاشمی، اولا خب خانم جسوریه، اولا در خیلی از مواضعش جسوره و بسیاری از نظراتی رو که الان هم حتی در همین مصاحبه داده و حتی همین جملهش که خود بنده هم باش موافق نیستم، ولی حرف دل بسیاری از مردم و حرف دل بسیاری از نخبگان درون حاکمیت یا حاشیه حاکمیت و یا بخشهایی از اصلاح طلبان اصول معتدل، اصولگران معتدل و اصلاح طلبان رفورمیست هست. بس برای اینه که چه اتفاقی افتاده که فائزه هاشمی هم به این مسئله رسیده که اگر آقای ترامپ می آمد شاید حکومت عقب نشینی می کرد. ولی مسئله ما الان یه مقدار به نظر من فراتر از این حرف هاست و آقای خانم فائزه هاشمی حالا در جوابیه هم که به برادراش داده به هر حال مواضع خودش رو خیلی به روشنی باز مجددن بیشتر مطرح کرده که شما راه خودتون رو برید، میخواهید مسیرهای ارتقاء سیاسی خودتون رو طی بکنید طی بکن، ولی من حرف خودم رو دارم میزنم. اما اینکه این بحث ما الان چون نظرسنجی مستقل، سازمانهای مستقل نظرسنجی در ایران نداریم، واقعا نمیدونیم چقدر از مردم، فقط این رو گوگل آمار در آورده بود که ایران سومین کشوری بود در جهان
که انتخابات امریکا را رصد میکرد، یعنی شعار استقلال که شعار جمهوری اسلامی بود و از آرمانهای انقلاب بوده، به یک جایی رسونده که عملا واحد پول ملی کشور شده دلار، عملا واحد تصمیم گیری های اقتصادی، پایه اقتصادی تصمیم گیری های اقتصادی کشور شده، اینه که در امریکا چه موضعی میخوان بگیرن، خزانه داری امریکا چه قوانین مجازاتی علیه اقتصاد ایران و میخواد تحریم بکنه و میخواد اقتصاد ایران رو تحریم بکنه. یعنی عملا ما واکنش ها و کنش های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه ایران رو منوط به عملکرد دولت امریکا کردیم و این واقعا بسیار تلخه و بسیار زننده است برای حکومتی که حداقل پرچم استقلال رو برمی‌داره. خانم هاشمی رفسنجانی از این واقعیت ها تا حدودی پرده برداشته، گویا اینکه نتیجه گیریش به اعتقاد من نتیجه گیری غلطه. شعار اکثریتی که ما میتوانیم اینجا، نمیگم با زرس قاطر، چون ما گفتم سازمان نظرسنجی نداریم، این است که نه اصلاح طلبی رفورمیست به صندوق رای و نه ترامپیست، اتفاقا هر دو این نگاه در اقلیته به اعتقاد ما. ولی این نگاه به بخش بحث ترامپ تو الیت جامعه رو میگم، این نگاه به بخش ترامپ در عامه مردم بعد از این 4 سالی که زجر و مهنت و بدبختی کشیده بودن، تا حد خانم فاضل هاشمی واقعیت ها رو گفت. آقای نگهدار، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید چی میشه که فائزه هاشمی و اونطور که آقای آصفی میگن بخشی از جامعه ایران به دونالد ترامپ روی خوش نشان میده و متاسف میشه از رأی نیاوردن اون؟ این استیصال سیاسی تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ اول این رو بگم که امروز و دیروز جامعه ایرانی همه دارن، خیلی ها نقد میکنن، حمله میکنن، انتقاد میکنن از اونچه که خانم فائزه رفسنجانی گفته و خیلی ها هم همدلی میکنند، حق میدند و پرخاش میکنند به دیگران که چرا او رو مورد سرزنش قرار میدید. من قبل از وارد بحث بشم جایگاه خودم رو اول روشن بکنم که از چه منظری به این صحنه نگاه میکنم. من در مقابل خانم فائزه رفسنجانی نیستم، نباید از صداهای حمایت کرد که این بلندگویی خانم فائزه هاشمی رو مورد تهاجم قرار میداد. تمام اونها اگر یک یکشون رو زیر ذره بین بگذارید و روانشناسیشون رو بخواید بشکافید، کالبدشی کافی بکنید، میبینید نوعی دلبستگی یا به قدرت دارند یا امید رسیدن به قدرت دارن. و خانم حافظه فائزه هم خیلی قشنگ جواب داده به این آدم ها که شما دستتون نمیره، زبانتون هم نمیره این حرف رو بزنید. خانم حافظه فائزه درست گفته که جامعه ما اینه، اینجوریه، شهامت کرده این حرف رو زده. من بودم این رو از زبان مردم میگفتم، نه از زبان خودم، برای اینکه خودش هم در جمله بعدی تکرار میکنه که من بودم به بایدن رای میدادم، ولی اینجا اینجوریه. این واقعیت رو خانم فائزه اگر از زبان توده های آسی سرخورده نومید میگفت، من کاملا به هیجان میامدم که این رو بگیرم و بگم داره درست میگه، داره وضعیت جامعه رو درست میبینه. اما ایشون از زبان خودش گفت و اگر کسی بخواهد تدبیر بکنه، رهبری بکنه و این فکر رو مثلا فرض بگیریم بره شورای امنیت ملی بخواد یک همچین حرفی رو بزنه از موضوع قدرت، از موضوع حاکمیت، نباید بزنه و نمیزنه. ولی خانم فائزه شورای امنیت ملی نیست، یک آدمیه که دائما زیر ضرب بوده در این کشور در این 30 ساله اخیر. اونجایی که میاد میگه دوچرخه سواری میریزن سرش. اونجایی خب که میگه شده که علارغم این ضرب ها حاضر همونطور که خودش گفته هزینه بده ولی حرفش رو بزنه، نقدش رو بکنه و حتی برادرش رو به منفعت طلبی متهم بکنه. فکر می‌کنین به کجا رسیده فائزه هاشمی که در چنین فضای علارغم این انتقادها باز هم حرفش رو میزنه؟
دقیقاً این هست که پایداری او و ایستادگیش و هوشش و موقع شناسیش برای حرف زدن اون رو تبدیل کرده به یک عنصری که حتی رهبران جمهوری اسلامی را، مسئولین جمهوری اسلامی ایران هم مجبورن بهش فکر کنند و بیستند. و این هنر یک نفره، این شجاعت یک نفره. واقعا فکر میکنید فکر میکنن آقای نگهدار حتی برادر ایشون هم منتقدشه؟ من نقد خانم فائزه رو به برادرش خیلی خیلی خوب میفهمم. میگه چون تو یک پلانی داری برای اینکه بری به جاهای بالاتر این حرف رو میزنی، اگر نه در محافل خصوصی بسیاری از همین پایبران و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران هم همین وضعیت رو میگن. میگه ما چرا به اینجا رسیدیم؟ کلی سوال دارم. بله. خانم فائزه برای من مصداق این بیت حافظه که میگه فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. فائزه دلش میخواد این آزادی رو داشته باشه و به خصوص چون زنه. آقای نماز جمعه یکی از روحانیون براش میگه اگر سلیمانی نبود تو هم کنیز بودی. اون بر میگرده میگه من خودم وای میستدم جای سلیمانی میجنگیدم. تو چرا زن رو اینجوری میبینی؟ که حتما مردا باید ازش دفاع بکنن. اینا حرفی نو هست. حتی اون موقعی که به دیدار بازداشتیان بهایی میره، مگر مورد حمله قرار نمیگیره؟ مگر پدرش بر نمیگرده بگه چرا شما این کار کردی؟ ولی اینها برفکوبی، اینها راه باز کردنه، اینها شجاعت دادن به خصوص. ولی واقعا راهی باز زنم. میشه آقای آصفی، شما فکر میکنید که خانم فائزه هاشمی کارنامه طولانی داره در اقدامهای جسورانه، ولی فکر میکنید که آیا واقعا ممکنه بتونه راهی باز بکنه در شرایطی که حتی برادرش هم منتقد اوست؟ خب ایشون که به تنهایی قطعا نمیتونه جامعه ایران که به دیگه قائم به فرد و حرکت‌های اجتماعی و اعتراضی خیلی قائم به فرد نیست، ولی خب تا حدودی ایشون نقش موثری داره در الیت جامعه و طبقه حداقل زنان ایران. خیلی ها از فعالین زنان ایران ایشون رو می‌ستایند و باش همدلی دارن، ولی اینکه ایشون بتواند کاری بکند در حال حاضر خیر. این برمی‌گرده به اینکه جامعه ایران کی مجدداً وارد فاز جنبشی خودش و ادراضی خودش میشه و بتواند اون تولرانس و اون تواتر جنبش‌های اجتماعی رو مجدداً به راه بندازه و اینها رو قوی‌تر به صحنه بیاد. خب طبعاً تا زمان رسیدن به اون نقطه چهره‌های مثل فائزه هاشمی که بخشی از مهمی از واقعیت جامعه ایران رو میان مطرح میکنن، خواستای ایران رو مطرح میکنن و همینجور سایر کنشگران سیاسی و مدنی که در ایران هستن، خب اینها به هر حال در این زمان دوره فطرت قطعا اینا نقش موثر و تاثیرگذاری دارن، ولی اینکه به تنهاییشون راهی رو بخواد باز بکنه و حرکتی رو یک جابجایی سیاسی در ساختار قدرت سیاسی ایران ایجاد بکنه به نظر من امری دور از ذهنه. اما به هر حال با عموم حرفاش و با عموم صحبتاش، بجز اونجایی که بحث الیت جامعه رو دارن میگن، بجز اونجایی که بحث آمدن ترامپ خوب بود اگر مجددا فشار به حکومت می آورد و حکومت وادار به عقب نشینی می کرد، همچین چیزی نیست. به دلیل اینکه یک نیروی ملی و یک نیروی مردمی نهایتا اتکاش به جنبش اجتماعیه. با اتکای به جنبش اجتماعی می توان با آمدن بایدن یا بار رفتن ترامپ یا بالعکس حرکتی رو کرد و حمایت جهانی رو به خودت معطوف بکنی، ولی اگه جنبش اجتماعی نباشه این حرفا در سطح و در الیت باقی میماند. آقای نگهدار، در پایان میخوام بحث رو به اینجا برسونم که این استیصال سیاسی که آقای آصفی هم بهش اشاره کردند، این بنبست سیاسی، این بحران ناکارآمدی، بحران بی‌اعتمادی عمومی، جمهوری اسلامی رو در این موقعیت قرار داده که با بسیاری از ایرانیان که صحبت می‌کنین معتقدن که یک اتفاقی باید بیفته. بسیاری معتقدن شرایط به این شکل نمیتونه به طولانی مدت ادامه پیدا بکنه. آیا چنین تحلیلی درسته یا فکر می‌کنید که نه، وضع در به همین شکل بحرانی میتونه سالیان سال ادامه داشته باشه؟ اول یه جمله بگم بعدا به سوال شما جواب بدم، اونم این هست که یک قضاوت غیر منصفانه در
باره خانم فائزه، حرف خانم فائزه داده میشه، زده میشه، و اون اینکه اونها رو، خانم فائزه رو به حامی ترامپ بدل میکنن. خانم فائزه نیست حامی ترامپ. ما 10 تا 15 تا عکس داریم که کسانی که همراه ترامپ رفتن به کنگره آمریکا حمله کردن هستن، کسانی از سازمانهای شناخته شده و به نام که رفتن، رهبر خودشون هم انتخاب کردن، رفتن از اونجا حمله کردن به کنگره آمریکا. خانم فائزه رو با اینها قاطی نکنید. خیلی از راستگراها میخواند همچین تصویری از فائزه نشون داده بشه، ولی اینجور نیست. بله. اما برگردم به سوال شما که حاصل این یأس، این سرخوردگی چه میشه و آیا راه گشایشی برای مردم هست یا نیست؟ این هیجانی که در جامعه به وجود آمده امروز، این بحثی که درباره اینکه ما مذاکره بکنیم یا نکنیم، و این امیدی که نسبت به حل مشکلات ایران هست، به من اطمینان میده که اگر چنانچه یک اتفاقی، یک همنظری در میان پایه‌های ارکان سیاسی کشور به شمول بخشی از حاکمیت لااقل اتفاق بیفته، ایران میتونه از این بنبست و از این یأس و نومیدی که امروز دچار شده هم نجات پیدا بکنه. خوشبختانه در آمریکا نیروی سر کار آمده که با زبان خوش، با زبان تفاهم، با زبان منطق میخواد بیاد جلو صحبت بکنه. تمام برگماری هایی که شده به این ترتیبه. من بیشتر نگران این بودم که ترامپ بمونه و اون فاجعه‌ای که در حواشی کشور ما اتفاق افتاده دامنگیر کشور ما هم بشه. الان اون طرف خوبه. بنابراین توصیه من یا فهم من از وضعیت سیاسی این هست که اگر ما دست به دست هم بدیم، اگر غیرت بکنیم، میتونیم از این دوره یأس و نگرانی و تنشی که، قیزی که در جامعه هست، از این هم ایران رو به سلامت نجات. متشکرم آقای آصفی. در حد 30 ثانیه فکر میکنید راهی برای برون رفت هست؟ قطعا راه ما نه صندوق رأی و نه این چیزی که حالا آقای فرخ نگهدار مطرح میکنه، بحث اجماع در درون حاکمیت. این اتفاق رخ نمیده. با نصیحت هم آقای نگهدار ببخشید، فرصت اون محدوده، بشنوید. نوبت وقت بنده است، 30 ثانیه هم بیشتر نیست. اجماعی در حاکمیت که با نصیحت آقای فرخ نگهدار بخواد به یک نقطه معینی از تحول در ایران برسه، مطلقاً صندوق رای، مطلقاً فقط میماند جنبش اجتماعی خشونت پرهیز. متشکرم. متاسفم که بحث متاسفانه ادامه داره، ولی فرصت ما محدوده. امیدوارم در فرصت‌های دیگه بتونیم میزبان هر دوی شما عزیزان بشیم. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.